یه زن درمونده ای که اخلاق شوهر 40 سالتو نمیدونی. الان دیگه درمونده شدم. تو از اولش هم همینطور بودی، فقط من تازه متوجه شدم. روز اول برات توضیح دادم چرا مجبور شدم این کارو بکنم. گفتم به خاطر آینده بچه هاست. گفتم قراره یه بچه بیگناه به دنیا بیاد. اون وقت تو باز اومدی و داری منو سوال و جواب میکنی. هم اتاق شدنه تو و نریمان هیچ توضیحی نداره آقا سیف‌الدین. اگه میخواستی میتونستی یه اتاق دیگه واسش در نظر بگیری، اما نه، از فرصت استفاده کردی. تو راجب من چه فکری میکنی؟ تو منو با کی اشتباه گرفتی؟ من پدری هستم که چشمم دنبال دوست دختر سابق پسرم باشه؟ اگه نیستی واقعیتو تو به فریده میگی آقا. اگه تو نگی من بهش میگم. اونم اگه واقعا پسرمو دوست داشته باشه قلم پاشو میشکونه و میشینه سر جاش، زندگی منم از هم نمیپاشه. اگه حتی یک کلمه یه دیگه حرف بزنی قسم میخورم طلاقت میدم. مامان، فریده، یکم پیش یه چیزی گفتی. چی گفتم؟ گفتی اگه راجب قضیه یه نریمان حرف بزنیم ناراحت میشیم. همینجوری گفتم، چیزی یادم نمیاد. رازی رو از من پنهون میکنی؟ یکم بخوا. چند دقیقه وقت دارین؟ چی شده؟ جارو بحثتون رو با وسیم خانم شنیدم، ناراحت شدم. اگه اجازه بدین میخوام یه کمکی بکنم. چی کار میتونی بکنی؟ نمیدونم، میتونم باهاش حرف بزنم و خیالش رو راحت کنم، چون اون چیزی که فکر میکنه از نظر من تهمت بزرگیه. اجازه میدین با وسیم خانم حرف بزنم؟ نه، لازم نیست. وقتش که برسه هرچی لازم باشه خودم بزنم میگم. میتونم بیام تو؟ بوی قهر میاد. حتما از تو میاد. منور حرفایی زده که ناراحتت کرده. هرچند من حسابشو رسیدم، خیلی عصبانی شدم، ولی میاد ازت معذرت خواهی میکنه. لازم نیست. این حرف رو زده که فقط تو رو اذیت کنه. هیچ کدوم از حرفش واقعیت نداره، درسته؟
با آقا سیف الدین توی اتاق میمونم، اما اون رو مبل میخوابه. بسیمه، تو فکر میکنی من زن بدنام و بیناموسیم، اما منم بعضی از کارا رو انجام نمیدم. میدونی بالاخره مادر نوتم، منم یه غروری دارم که باید ازش مراقبت کنم. ببین، شکمم هنوز کوچیکه، انگار دختره. اگه بدونی چقدر ویار دارم، دوران حاملگی خیلی سخته. به دوستی و تجربهات خیلی احتیاج دارم. خیلی وقت اون دوستی رو از دست دادی. بلند شو برو پی کارت. من فکر میکنم اگه یه فرصت به هم بدی میتونیم درستش کنیم، درست مثل قدیما. من فکر نمیکنم، صدامو در نمیارم چون مجبورم، وگرنه خوب بلدم چجوری از این خونه بیرونت کنم. من از سر ناچاری اومدم اینجا، با یه بچه تو شکم از خونه بیرونم کردن، نه سرپناهی داشتم نه یه لقمه نون برای خوردن. در حق من و خونوادم بی‌انصافی کردی، تو زندگی ما رو به هم ریختی. من زندگیتون رو از هم نپاشیدم، فریده این کارو کرده. تو باید از دست اون عصبانی باشی، نه من. هم شوهرت هم پسرت، فقط به خاطر فریده زندگی همه داره نابود میشه. ببین، تو افتادی تو اتاق سرایداری، آقا سیف الدین هر شب میره میخونه، بچه‌م مجبوره به بابا بزرگش بگه بابا. همه اینا به خاطر کیه؟ به خاطر فریده است. بعضی وقتا به خودم میگم برو واقعیتو به فریده بگو، هر اتفاقی که میخواد بیفته. اما من یه بچه دارم، باید ازش مراقبت کنم، باید بهش خانواده بدم. اگه همچین کاری بکنم بهم رحم نمیکنن و از خونه میندازنم بیرون. اما اگه تو با فریده حرف بزنی کی میتونه چیزی بهت بگه؟ تو حق داری، میخوای زندگی تو نجات بدی. اصلا اگه من همچین کاری بکنم نمیتونم تو صورت پسرم نگاه کنم. اما بسیمه، یلا پاشو برو، یلا برو، بیشتر از این سرم و درد نیار، یلا. من به حرفتون گوش ندادم و با بسیم حرف زدم. نریمان خانم، بیا توی مورد به توافق برسیم. تو مسائل خانوادگیمون، تو رابطه من با زنم دخالت نکن. در غیر این صورت از خونه بیرونم میکنین؟ خدایا به هم صبر بده. الان عصبانی هستین، اما اگه بشنوین ازم تشکر میکنین. مگه چی گفت؟ چی کار کرد؟ بسیمه خیلی منو میترسون آقا سیف الدین. رسمن با چکاوک بیچاره دشمن شده. میگه اگه بین تو و شوهرم چیزی نیست ثابت کنین و واقعیتو به فریده بگیم. همچین اتفاقی نمیافته به هیچ وجه. نظر منم همینه، اما فکر نمیکنم بسیمه بتونه. میگه اگه شما نگین خودش میگه. من نگران اینم که بره با فریده حرف بزنه. نمیتونه چیزی بگه، فقط تهدید میکنه. همچین بدی در حق بچه هاش نمیکنه. زن من انقدر زیاد روی نمیکنه. امیدوارم. چطوره؟ هنوز تب داره بابا.
پسرم چیزی لازم داری؟ پس اگر شما اینجا این من برم شلوار کامران اتو کنم. اینجام دخترم. صدای جر و بحثتون با مامان تا بالا می اومد. پیرتر که میشه صداشم بلندتر میشه، گوشاش سنگین شده، فکر میکنه همه مثل خودشان. مسئله مهمی نیست. بازم داشت پشت سر فریده حرف میزد بابا. راستش پسرم بهتره با مادرت حرف بزنی، البته وقتی بهتر شدی. حرف میزنم، بهش میگم که با فریده درست رفتار کنه. نریمان نگران اینه که مادرت واقعیت رو به فریده بگه. به هیچ وجه، به هیچ وجه بابا. اون موقع هیچ وقت مامانمو نمیبخشم. نه من فکر نمی کنم بگه، اما بهتره تو باش حرف بزنی تا حواسش رو جمع کنه. واقعا میخوای تو این وضعیت کامرانو بذاری بری؟ یه کمی بهتر شده، وقتی خوابه میرم. نمیدونم فریده، آخه تنهایی. میشه منم باهات بیام؟ نمیشه. من میتونم مشکن جون. عزیزم قول دادی ها به کسی چیزی نگو. خب مشکان جونم یه بار دیگه ام قول بده. اوف باشه قول. اگه امروز مامانم نگه فردا یکی دیگه میگه. فریده دیر یا زود میفهمه. اون موقع من چی کار کنم؟ چجوری میتونم تو صورتش نگاه کنم؟ تو الان به اینا فکر نکن، سعی کن هرچه زودتر خوب شی. زودتر خوب شد تا با این دختر ازدواج کنی. اون میگه بعد از تموم شدن مدرسه؟ شاید تا اون موقع خیلی دیر شه پسرم. شوهر خالی کمک میکنید کامران لباسشو بپوشه؟ البته. خیر باشه. داری نگهبانی میدی؟ میخوری؟ دو کلمه با همدیگه حرف زدیم فکر کردی باهات دوست شدم؟ همچین قصدی ندارم، همش از سر نزاکته. اما میتونم هرچی دارم باهات قسمت کنم. من حتی نمیخوام با تو یه جا نفس بکشم. دخترم بیا. مامان جون اون منور جادوگر مخصوصا خواسته تحریکت کنه. بعدن به فکر خودمم رسید، نریمون که اومد با هم حرف بزنه اولش یکم منمن کرد، بعد که گفت حتما باید واقعیتو به فریده بگم فهمیدم مخصوصا خواستن تحریکم کنن. خیلی عوضیان. من یه زن چند سالم دیگه این چیزا رو خوب میفهمم. صداش بعدن در میاد، ولی کاش گولشون رو نمیخوردن. شمام شد این کاسی دختر از آش، الکی و ندونسته با بابام دعوا رو انداختی. من دلشو به دست میارم. آه مامان جون خواهش میکنم، من دلم میخواد پدر و مادرم رو کنار هم ببینم. مامان میگم یکم به خاطر بابام به خودت برس، یعنی یکم واسهش ناز کن، کاری کن دوباره عاشقت بشه. ها توبه استغفرالله. مگه چیه؟ یکم آرایش کن، لباس خوب بپوش. مگه میشه تو این سن و سال؟ ای بابا مگه سن و سال چشه؟ مامان جون من هنوز جوونه. وا نمیشه، من دوتا بچه بزرگ دارم، تو این سن و سال آرایش کنم ناز و ادا بیام اصلا نمیتونم. میتونی؟ من یادمه وقتی بچه بودم واسه بابام چه کارو میکردی. سکت، از این حرفو نزن، من خجالت میکشم. اون لباسه بود وقتی رفتی تئاتر پوشیدی، بابام خیلی خوشش میومد وقتی اونو میپوشیدی. یعنی میشه؟ البته که میشه، چرا نشه.
باشه ببینم چی میشه. کاش کمی بخوابی عزیزم. وقتی بیدارشم بازم اینجایی. فریده، فریده، مشگان این نریمان باز داره یه کارایی میکنه، اما نمیتونم سر در بیارم. مامانم متوجه شده. مشگان به حرفام گوش دادی؟ حواسم نبود. چرا؟ تو چی میگفتی؟ ببینم به چی فکر میکردی؟ چه میدونم به چی فکر میکردم نجمی؟ حواسم نبود. بگو دیگه. فریده کجاست؟ پیش تو بود که وقتی بیدار شدم فریده نبود. نکنه کسی چیزی گفته. نمکش کمه. وقتی بیدار شدم ندیدمت. یه لحظه داشتم برات سوپ درست میکردم. چی شده؟ چیزی نشده. هیچی. بیا ببینم، بیا. کجا داری میری؟ تو به من بده کاری؟ پولاتو که دادم. اونو نمیگم. جونتو به این بده کاری. جونمو بگیر، هم تو خلاص شی هم من. من زنده لازمت دارم. من با آدمای مثل تو کاری ندارم. چرا؟ صاحب دستوانی میشه باز کتکت میزنه. خب کتکت زده نه؟ ببین پسر، تو باید با من کار کنی. اگه قبول نکنی اون موقع ممکنه تو خلیج غذای ماهیای بدبخت بشی. یعنی میدم کارتو بسازن.
همینطور اونی که اسمشو اینجا نوشتی، اونم یه بلایی سرش میاد. ما همشو دیدیم. یک. خودت همیشه چطوری میشمردی؟ بازم یک. حالا نوبت توی در گاراژ باز کنی. اما فریده کارساز بوده مگه نه؟ کاش کلی حرفای جادویی داشته باشه که بتونه همه چیزو درست کنه کامران. دارم. مثلا چی؟ دوستت دارم. فقط دوست داشتن کافی نیست. تازه هیچ جادویی هم نداره. وقتی دو نفر میگن دوستت دارم، صلح جهانی اتفاق میفته. برای گرسنگی، نداری و بیماری های لاعلاج راه چاره پیدا میشه. بهار میاد. چطور نداره؟ از این چیزا به نریمانم میگفتی؟ آخ، نریمان از کجا پیدا شد فریده؟ خودت میگفتی. نامه‌هایی برای عشق پنهانم. یونس گفته اگه عشقمو اعتراف نکنم درد عشق خفم میکنه. عشق پنهانم، خواهش میکنم این عشقو ببین. قشنگی. حالتون چطوره ایشالا ماشالله؟ خوبم ماشالله. آخرین شعرمو خوندی ها؟ راستش فکرمو با این چیزای بی خود مشغول نمی کنم آقای دکتر. یه نگاه بندازین، بد نیست. چطوری بهت بگم آخه؟ عوامی پیش پا افتاده است. من میگم تو بهتر زیاد سنگ نکنی شعر بگی، چون شعرهای بزرگی وقت ناراحت میشن. بعد از خوندن شعراتون تو مجله نوشته هاتون رو تو سینم فشردم. با خیال اینکه شما این مجله رو بغل کردم. اگه کسی حال روزم رو میدید، خدا میدونه چطوری بهم میخندی. شاعرم، مرد با احساسم، دیگه وقتش همدیگر رو ببینی. فردا ساعت 11 تو پارک ستاره. بس بس
سلام از نریمان خانم، شما با هم قرار گذاشته بودیم. شما اون نامه رو نوشته بودیم؟ اولین بار همچین جسارتی به خرج میدم. ناراحت که نشدین؟ نه 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 نه، فقط یکم تعجب کردم. آره، به نریمانم از این حرفای قشنگ میزدم، چون نوشته هم به گوش کسی که باید میرسید نمیرسید، ولی اون بهشون گوش میداد. هیچ کدوم از احساساتم رو نادیده نمیگرفت. خب هیچ وقت دلت نخواست با اون تشکیل خانواده بدی؟ فریده، این حرفا از کجا در اومد؟ کنجکاوم. خوبه؟ نباش نباش، گذشته ها دیگه گذشته. آره، غذا تو بخور. یک، بازم یک. کاش از اینا به کامرانم میدادن. لازم نیست تو به فکر داداشم باشی، اون یکی مثل چکاوکو داره که بهش برسه. نه، من هر کاری میکنم بیفایده است. حقم نیست یکم به هم احترام بذارن آقا سیف الدین؟ من ندیدم کسی به شما بی احترامی کنه. حتما همینطوره. خدا را شکر دیگه تب نداری. پرستارم ماهره. درد داری عزیزم؟ خوبه، تو دیگه یه کمی دراز بکش، استراحت کن. بیا پیشم. آه نمیشه، من کلی کار دارم. پس منم بلند میشم. چی کار میکنی؟ کامران فرده. چیه؟ خیلی درد گرفت. آخ بعد چوری درد میکنه. بیا پیشم. اوه. خیلی خوب، میام. بخواب. دوست داشتی الان چی کار میکردی؟ دلم میخواست برم یه جای دور. میخوای از منم دور بشی؟ تو دلت میخواست کجا باشی؟ همین جایی که الان هستم. به خاطر قضیه یوسف خیلی ناراحتی نه؟ برای همین تو فکری؟ آره خب میدونی من تحمل بی‌عدالتی رو ندارم. تو هم داری در حق یوسف بی‌انصافی میکنی کامران. به نظرم تو نمیخوای حقیقت رو ببینی. من فقط یه چیزو میبینم، اونم یوسف یکی از بچگی مثل برادرم بود و هر وقت هر مشکلی داشتم به دادم میرسید. به خدا چیز دیگه ای نمیبینم. آخ فریده، آخ. تو قصه کفش دوزکو شنیدی؟ یه روستای ساحلی بوده که به دریای آبی مشرف بوده. یه روز یه کشتی بزرگ میاد کنار ساحل. کشتی خیلی بزرگ بوده. اهالی روستا متوجه کشتی نشدن. اونا وقتی از ساحل نگاه میکردن بازم فقط اون دریای آبی رو میدیدن.
چون که اهالی روستا نمیدونستن کشتی چیه و نمیدونستن چه معنی داره. تا حالا همچین چیزی ندیده بودن. مغز نمیتونه چیزی رو که ندیده و نمیدونه چیه تحلیل کنه، نمیتونه درکش کنه. بعدش کفش دوزک میاد، میشینه رو پیشونی اهالی روستا. بعد از اون اهالی روستا وقتی دریا رو نگاه میکردن میتونستن کشتی رو ببینن. یعنی فریده، اگه چیزی رو نمیبینی معنیش این نیست که اون چیز وجود نداره. قصه خیلی معنی داری بود. منظورت از معنی دار چیه؟ نمیدونم، همینطوری گفتم. خب دیگه یه کمی بخواب. خودتون میبینین دیگه آقا سیف الدین، من هر چقدر سعی میکنم خوشرفتاری کنم اونو بیشتر تحقیرم میکنن. دست شمام درد نکنه، جواب دخترتونم ندادین. شما میخوای منو علیه دخترم تحریک کنی؟ چه ربطی داره؟ فقط میخوام ازم دفاع کنین. احتیاجی به دفاع کردن نداشتی. ببینین آقا سیف الدین، شما وظایف یه همسر رو بهتر از من میدونین. میخوام تحت حمایت باشم. از نگاه های نجمیه و از تهدیدای بسیمه میترسم. آخر سر باز همه یه کاسه کوزه ها سر من میشکنه. فقط از این میترسم. منظورت از این حرف چیه؟ تهدید بسیمه رو بهتون گفتم. میگه میخوام همه چیو به فریده بگم و زندگیمو نجات بدم. نجمیم که ماشاءالله از پیش مامانش جم نمیخوره. اگه این دوتا برن با فریده حرف بزنن من بی تقصیرم. نمیخوام تو این برف و بوران زمستون با بچم آواره بشم. من فکر نمیکنم دخترم و خانومم همچین کاری کنن. شما هم خیالتون راحت. با اجازه. خاله، کامران چطوره؟ فکر کنم خوابیده بود. نرفتیم تو اتاقش، اما فریده پیششه، نگران نباش. وای عزیزم، تو جدی رفتی اینا رو پیدا کردی؟ صبح تو حیط واسه تون صبحونه آماده میکنیم، واسه تو و بابام تنهایی. چشم دشمن تو در بیاد. یعنی تو همچین موقعیتی درسته؟ اگه منظورت کامرانه اون خوبه، تبشم اومده پایین. اگه منظورت چرخالمه، واسه به دست آوردن دلش باید یکم تلاش کنی خاله جون. آخه نریمانو چی کارش کنم؟ مشکل اصلی اونه. میگم مامان ببینم طلایی چیزی نداریم که با ارزش باشه، بفروشیم بدیم به بابام واسه این عوضی خونه بگیره. یکم طلا ملو دارم، اینام هست. حل دیگه، برای گرفتن خونه کافی نیست. گمشه بره به یه کارش، وگرنه همه چی رو به فریده میگه. مامان جون نکنه با فریده حرف زده؟ نه من چیزی نمیدونم. قشنگه.
منم باهات میام. ولی لزومی نداره تو هم بیای، همینجا بمون. نمیخوام بمونم فریده، اینجا رسما شده دیوونه خونه. اما فردا وقتی ببینن تو نیستی چی کار میکنن؟ میان سراغ من. به نظر تو چقدر میتونم در مقابل سوالای خاله و شوهر خاله دووم بیارم؟ اگه نمیخوای جا تو پیدا کنن باید منم با خودت ببری، فهمیدی؟ سوزن تمیزی کلاس ها خیلی مهمه، لطفاً دقت کنین. خیلی ممنون، مرسی بکن.
امروز زود اومدی دختر. صبح بخیر ماسور. صبح بخیر. من امروز اومدم ازتون اجازه بگیرم ماسور. اجازه؟ یه مدت نمیتونم بیام مدرسه، یه مسئله خصوصی. بازم موسیو کامرانه؟ اگه میشه نپرسیم. بون، اما باید از ولید برگه بیاری. ماسور، راستش نمیخوام کامران چیزی بدونه. لطفاً، لطفاً ماسور. داداش جون آروم باش. خب حتما رفتن مدرسه. لباساشم برده، مشکلم نیست، حتما با هم رفتن. داداش بفرما دیگه، اتفاقی که میترسیدم سرم اومد. تو چیزی بهش گفتی؟ تو گفتی؟ وقتی مامانت هست چرا من چیزی بگم؟ مامانم به کسی چیزی نگفته. داداش تو بهتری بری مدرسه، حتما رفتن اونجا. باشه. خیر باشه پسرم. نجمیه برای تعریف میکنه بابا، عجله دارم. کامران پسرم بیا. چی شده؟ فرید و آبجی مژگان بی خبر گذاشتن رفتن بیرون. فکر کنم بسیمه بهش گفته. آقا اینا رو بفروش، واسه نریمان یه خونه دیگه بگیر. برات خیلی متاسفم. چرا؟ مگه چی کار کردم؟ فقط برای رها شدن از دست نریمان، به عشق پسر تو، جوونی اون دختر طفله که بی کس رحم نکردی. واقعا برات متاسفم. منم به خاطر این که همچین فکری کردی برای تو متاسفم. دیروز داشتی داد و بیداد میکردی که به خاطر فرید زندگیم از هم پاشید. میگفتی همه چو بهش میگم. بفرما. طفلکی قبل از اینکه زندگیش تشکیل بشه از هم پاشید. خیالت راحت شد؟ شد. خجالت نمیکشی؟ هنوز بایستادی جواب میدی؟ گم شو، نمیخوام ببینم ات. نمیتونی سر من داد بزنی، برو سر اون یکی زنت داد بزن. درسته، من زن خودخواه و بی‌وجدانی مثل تو رو که اصلا احساس مادری نداره به عنوان زنم نگه نمیدارم. آزادی، طلاقت دادم، طلاقت دادم، طلاقت دادم. بسیمه خانم، مامان جا. چی شده خانومم؟ Ha 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 ha